از همتیمی بودن با اوزیل و نویر تا حضور در آبادان. در این سالا دو تابعیت‌های زیادی وارد فوتبال ایران شدند. حضور فریدون زندی که زبان فارسی رو خوب بلد نبود و اشتباهات کلامیش باعث شوخی اهالی فوتبال با اون شده بود، آغاز این راه بود. در ادامه کیروش هم چند دو تابعیتی دیگه رو وارد فوتبال ایران کرد که نقش پررنگی در نتایج چند سال اخیر تیم ملی داشتن. حالا هم نوبت به سراغ برزیلی‌های ایران رسیده و آبادانی‌ها برای سومین بار سراغ رضا پرکاس رفتن. بریم با همین دو تابعیت‌ها رو یه مرور ریز بکنیم. اشکان دژاگه، همبازی اوزیل و نویر. دژاگه سال 2009 در بازی‌های زیر 21 سال اروپا با آلمان به قهرمانی رسید. اون دو سال بعد برای اولین بار پیراهن تیم ملی ایران رو پوشید و در لیگ برتر هم برای تراکتور بازی کرد. اومدم، خیلی خوش اومدم. فریدون زندی برای اولین بار در دوران برانکو به فوتبال ایران اومد. نزدیک به 5 سال پیراهن تیم ملی رو پوشید، دو فصل برای استیلازین و یه فصل هم برای استقلال بازی کرد. رضا قوچان نژاد، معجزه ای از هلند. گوچی در تیم ملی زیر 19 سال هلند بازی کرد، اما برای رده بزرگسالان ایران رو انتخاب کرد. اون گل سعود و تنها گل ایران در جام جهانی 2014 رو به ثمر رسوند. قوچان نژاد هشتمین گلزن برتر تاریخ فوتبال ایران با 17 گل ملیه. امیر شاپورزاده فریدون نشد. شاپورزاده سال 2004 اولین بازی خودش رو در بوندسلیگا انجام داد. اون 5 سال بعد به استیلازین پیوست و دو فصل برای این تیم به میدون رفت. شاپورزاده برای بازی‌های غرب آسیای 2007 به تیم دوم ایران دعوت شد و در مجموع 4 بازی ملی داشت. دانیال داوری، گلر بوندسلیگایی برای تیم ملی. پدر دانیال اهل ایران و مادرش آلمانی لهستانیه. اون سابقه صعود به بوندسلیگا و 3 فصل حضور در این لیگو در کارنامه خودش داره. نمایش ضعیف داوری در بازی دوستانه قبل از جام جهانی 2014 منجر به نیمکت نشینی اون در برزیل شد. مهرداد بیتاشور دو بار به آمریکا نگفت. متولد کالیفرنیا و حاضر در لیگ آمریکا بود که به فوتبال ایران اومد. بیتاشور قبل از انتخاب ایران دو مرتبه از سوی کلینزمن سرمربی وقت آمریکا به اردوی این تیم دعوت شد، اما در نهایت ایران را انتخاب کرد. اون در لیست ایران برای جام جهانی 2014 حضور داشت. سامان قدوس با 1 گل ملی برای سوئد. پدر و مادر قدوس اهل اهواز، ولی خود اون زاده مالمو سوئده. سامان که در دو دیدار دوستانه برای سوئد بازی کرده و گل هم زده بود، شهریور 96 توسط کیروش به تیم ملی دعوت شد و در جام جهانی 2018 بازی کرد. امید نمازی از آمریکا به اصفهان. امید نمازی مربی ایرانی آمریکایی کار خودشو در فوتبال ایران به عنوان کمک مربی استیلازین آغاز کرد. مدتی به عنوان دستیار کیروش در تیم ملی حضور داشت و در آغاز لیگ 18 هم سرمربی زباهن شد. همکاری که البته چندان به طول نینجامید. رضا پرکاس هتریک در بازگشت به برزیل. این مربی 54 ساله آبادانی که در آلمان اقامت داره، کار مربیگری خودش رو در بودریخ آغاز کرد و در ادامه روی نیمکت تیم‌های در آلمان، امارات و عمان نشست. رضا پرکاس بیشتر یه مرتبه سرمربی نفت آبادان شده بود که نتونست جلوی سقوط این تیمو بگیره. اون در دوره سرجیو هم به عنوان کمک مربی در این باشگاه حاضر بود. سوال من از شما اینه که بهترین دو تابعیتی که وارد فوتبال ایران شده کیه؟ این زیر واسم بنویسید. اگر از محتوای ویدیو راضی بودین، سابسکرایب یادتون نره. فعلاً.